اگه مثل من واسه اوایل دهه هفتاد باشید احتمالا اولین گوشی هوشمندی که تجربه کردید از این برند بوده یعنی سونی البته اون موقع سونی اریکسون بود که اریکسونش رفت و کاری نداریم اما اگر از هفتاد و هفت به بعد بودید و دهه هشتادی هستید احتمالا پیش خودتون میپرسید که مگه هنوز سونی گوشی میزنه بله اکسپریا وان وی یا همون اکسپریا وان مارک پنج اینجاست بریم ببینیم که چی به چیه سلام به بابک دوست داشتنی من مهدی شجری هم خیلی خوش اومدید به این ویدیو دیگه آخرین ویدیوهایی که توی این دکور در داغون دارید می‌بینید با این کیفیت صدا و تصویر ضعیف استدیو جدید داره آماده میشه هنوز البته تحویل نگرفتیم ولی میشه بریم سراغ یه گوشی از سونی که ببینیم اصلا به درد کی میخوره بخش اول مثل همیشه بخش طراحی بخش عجیبیه توی این گوشی چون که یه نسبت تصویر 21 به 9 میبینیم که باعث میشه گوشی از قد من بلندتر باشه یه،, یه چیز عجیب و غریبی که خیلی باریک و کشیده است رنا و رشیده پشت گوشی گوریلا گلسه ولی یه تکسچر نقطه نقطه داره خیلی باحال و بانمکه مارک سونی توش براقه سه تا لنز خیلی حرفه‌ای و جذاب تو نگاه اول آدم نگاه میکنه بهش میبینتش یه حس خیلی پرو خفنی میگیره زیر همدیگه هستن با یه بیرون زدگی خیلی معقولی و منطقی معقولی <laughs> معقول و منطقی یه سری نوشته این پایین هست دور تا دور گوشی آلمینیومه و باز هم تکسچر داره یعنی راه راه خیلی جذابه زیر گوشی خشاب سیمکارتی که نیاز به سوزن نداره همینجوری ناخن بندازی در میاد با وجود اینکه نیاز به سوزن نداره و با نخون در میاد همچنان گواهی آی 68 داره که از عجایب سونی اگه یادتون باشه اولین کمپانی که گوشی های ضد آب رو معرفی کرد همین سونی بود و ید طولایی داره توی گوشی های ضد آب و همین نکته که خیلی جذابش میکنه یه دونه درگاه تایپ سی و یه میکروفون هم لبه سمت راستش دکمه پاور و کم و زیاد کردن صداست دکمه پاور رو خودش حسگر اصل انگشتم میبینه یه دونه دکمه شاتر هم داریم که واسه عکاسی کردن میتونید ازش استفاده بکنید رو همین دکمه شاتر نگه که دارید میره تو اپلیکیشن دوبین بالای گوشی میکروفون دیگه است و جک 3.5 میلیمتری خیلی جذاب و خوب لبه سمت چپ گوشی هم کویر خبری از چیز خاصی نیست پنل جلویی نمایشگر 6.5 اینچی و, و تو خودش جا و سونی همچنان زیر بار ناچو و پانچ هول و این چیزا نرفته یه هاشی خیلی زیاد از اون بالا داره یه هاشی خیلی زیاد از این پایین داره بالا و پایینش پنل جلویی هم دو تا اسپیکر رو تو خودش جا داده گوشی گوشیه که عجیبه از نظر طراحی این نسبت تصویر خیلی عجیبه یه نسبت تصویر باری که دراز داریم که اون بالای تصویر رو به هیچ عنوان انگشتتون نمیرسه ولی این بره تصویر خیلی راحت قابل دسترسیه یه طراحی خاص و عجیب مخصوص خودش داره دیگه به نظر من میتونست یه ذره نسبت تصویرش رو درستر کنه البته چرا این کارو نکرده جلوتر بهتون میگم توی بخش دوربین شاید فکر بکنی نسبت تصویر چه ربطی به بخش دوربین داره سب کن بهت بگم بخش بعدی بخش صفحه نمایشه تنها گوشی که توی دنیا نمایشگر فورکی بهتون میده اکسپریا وان ویه یعنی تنها کمپانی که از نمایشگرهای فورکی استفاده میکنه اکسپریا یعنی سونیه و اینم یه نمایشگر فورکی k 6.5 اینچیه رزولوشن عجیب غریب بالا فورکی 120 هرتزی و تراکم پیکسلی فوق العاده زیاد و شفافیت و کنتراست عجیب و غریب و وضوح جذاب واقعا نمایشگرش خفنه ولی زیادیه به نظر من خیلی هم زیادیه چرا باید یه نمایشگر 4K توی گوشی باشه وقتی تو اصلا نمیتونی شاید تفاوتش رو خیلی بفهمی چقدر مگه کانتنت 4K تو گوشی دیده میشه زیادیه میتونست کمترش کنه یا قیمتش رو بیاره پایینتر یا یه جای دیگه شو ببره بالاتر کاری نداریم نمایشگر ولی واقعا خفنه ولی زیادیه اووره زیاده بخش بعدی بخش باتری جایی که باتری با ظرفیت 5000 میلیون آمپر می‌بینیم که عملکردش واقعا عجیب و غریب خوبه یعنی شارژ دهی خوبی داره و احتمالا بتونید یه روز و نصفی باهاش کار بکنید چون که توی پرچم‌دارا یه روز و نصفی خیلی نداریم که بتونه جواب بده این گوشی میتونه اگر باش استفاده معمولی یکم زیاد داشته باشید تا یه روز و نصفی بهتون شارژ میده استفاده زیاد داشته باشید یه روز رو بهتون شارژ میده یه روز هم منظورمون 16 ساعت 8 ساعتشون میخوابید 12 ساعتشو با گوشی کار میکنید دیگه اگر بخواید اونجوری کار کنید یه روز رو بهتون شارژ میده تو بخش باتری واقعا خوبه شارژر که هیچ کابل هم تو, تو باکسش نیست کلا باکسش کویر آنباکسی رو استوری کرده بودم ولی آداپتور سی وات رو پشتیبانی میکنه تقریبا فول شار شدنش یک ساعت و 45 دقیقه طول میکشه یه ذره زیاده ولی جواب میده به خاطر شارژ خوبش بخش بعدی بخش امنیت اسکر اثر انگوش روی دکمه پاور اسکر اثر انگوش خودش خوب سریع عمل میکنه یعنی وقتی عمل میکنه اون ویبرش رو شما میفهمی ولی اون انیمیشنی که میخواد روشنش بکنه یه ذره دیره و یه نکته دیگه ای که تو اسکر اثر انگشتش وجود داره اینه که دکمه پاورش خیلی کوچیکه برای پیدا کردن دکمه پاور رو استفاده از اسکر اثر انگوش ذره دنبالش بگردید بخش بعدی بخش دوربینه جایی که این گوشی اصلا واسه دوربینش معرفی شده. جایی که سونی به خاطر اون امپراتوری که توی دوربین‌های فیلمبرداری و عکاسیش داره، این گوشی رو تولید کرده که اون کسی که با گوشی دوربین‌های سونی فیلم و عکس میگیره یه تجربه جذاب از این گوشی هم داشته باشه. چه تجربه جذابی؟ اول بهتون بگم که سنسور لنز اصلی 52 مگاپیکسل عکس و پیش‌فرض 12 مگاپیکسل ثبت میشن شما وقتی بخواید اپ دوربین رو باز بکنید سه تا اپ میبینید یه دونه اپ که نوشته ویدیو پرو یه دونه اپ که نوشته کامرا پرو یه دونه اپ که نوشته فوتو پرو و بستگی داره که چیکار کار بخواید بکنید هر کدومو که دوست داشتید باز میکنید وقتی تو حالت عادی اکسو میگیرید یعنی حالت اوتو عکسو که بگیرید خیلی اوور اکسپوزه یعنی خیلی نور وارد سنسور میشه دلیل فنیش هم اینه که ترانزیستور پیکسل ها دو برابر شده و باعث میشه که نورسنجی در بیشتر باشه یعنی گرفتن نور بیشتر بشه از طریق سنسور و همین قضیه باعث میشه که عکسایی که میبینید بسوزه و خیلی روشن باشه و به درد نمیخوره و این بده چرا چون شما فکر کن که مثلا گوشیتو گرفتی به عنوان یه کاربر معمولی که داره با برند سونی حال میکنه اینو گرفتی یه جا میخای یه عکسی بگیری سری میری توی اپلیکیشن فوتو و عکسو که میزنی یا عکس اکسپوز بهت میده که خیلی دیتیل نداره جاهای روشن تصویر سوخته و عجیب غریبه اما توی تنظیماتش که میری و میای اونو منوالش میکنی عکس و براش وقت میذاری و ثبت میکنی واقعا عکس های میتونه ثبت بکنه عکساش خیلی جذابه هم کنتراست خوبی داره هم دیتیل خوبی داره ولی واسه هر عکس حداقل باید سی ثانیه یه دقیقه وقت بذارید که یه ذره عجیب غریبه به درد همون تصویر بردارایی میخوره که حوصله تصویر برداری دارن از طرف دیگه اپلیکیشن ویدیوش که میشه ویدیو پرو رو که باز بکنی اگر تجربه استفاده از دوربین های سونی رو داشته باشی برات واقعا لذت بخش کار کردن با اپلیکیشن ویدیو پرو این گوشی چون دقیقا همون منو و تنظیماتی که توی گوشی های سونی توی دوربین های سونی میبینی حالا اومده روی گوشیش و میتونی از تمام اون فیچرهایی که هست ایزو و شاتر و نمیدونم دیاف و بازی و چپ و مده های اکاسی و مده های فیلم برداری و همه چیش میتونی به خوبی استفاده بکنی و اون تنظیماتی که میخوای ببینی و ویدیوش رو بگیری و ست بکنی و کارتو انجام بدی حتی یه نکته جذابی که داره اینه که فوکال های مختلف رو بهت میده سایز های سنسور های مختلف رو بهت میده که مثلا این الان تصویرت 35 یا مثلا 50 یا 75 یا 120 یه محیط کاربری خیلی جذاب ولی پیچیده مخصوص اون کسایی که با دوربین های سونی کار کردن بهتون میده که یه تجربه متفاوت کاملا متفاوت از دوربین توی گوشیه یه استفاده دیگه ای که توی بخش طراحی گفتم نسبت تصویر واسه اونه یه استفاده دیگه ای که از این گوشی میشه اینه که به عنوان مانیتور واسه دوربینای سونی میشه ازش استفاده کرد اگر که تصویر بردار باشید میدونید که همه دوربینا قابلیت اتصال به مانیتور دارن یه سری مانیتورهایی که مخصوص تصویربرداریه برداریه اگر دوربین سونی داشته باشید با داشتن این گوشی میتونید به عنوان مانیتور فورکی ازش استفاده بکنید و تصویرتون رو مانیتور بکنید اون چیزی که دارید با دوربین میبینید و این یه فیچر جذابیه که از به عنوان یه تصویر برداری که دوربین سونی داره حالا دیگه لازم نیست یه گوشی دیگه و یه مانیتور داشته باشین کافیه که یه دونه گوشی سونی داشته باشین و به عنوان مانیتور تو پروژه ازش استفاده بکنین حالا فرض کن که وسط گرفتن یه نمای خیلی حساسی مانیتور کردی گوشید زنگ میخوره سر کار باید گوشی تو فلایت مود کنی در مجموع دوربین این گوشی دوربین اعجاب انگیز خفنی نیست ولی نرم افزارهای کار با دوربین این گوشی نرم افزارهای باحال و با نمکیه که به درد کاربر معمولی به نظر من نمیخوره و چرا چون که بخوای یه دونه عکس خوب باهاش ثبت بکنی باید هم علمشو داشته باشی هم وقت بذاری براش و این یه ذره رو سخت میکنه این گوشی در حقیقت به خاطر این دوربین و فرمت اپلیکیشن های دوربینش که سه تا اپلیکیشن مختلفه میخواد یه حس خاص بودن رو به مخاطب القا بکنه که مثلا تویی که داری سونی اکسپریا وان وی میگیری یه پروفشنال توی دوربین و عکاسی و فیلمبرداری هستی و لایق یه همچین منو و تنظیماتی واسه دوربین گوشیتی خب من به عنوان یه تصویر بردار میرم دوربین میخرم دیگه این چه کاریه یه چیز آدمیزادی میذاشتی همه بتونن ازش استفاده بکنن دو تا سنسور 12 مگاپیکسلی دیگه اما این گوشی داره یه سنسور 12 اولترا واید سنسور 12 تلفوتو اون دوربین تلفوتوش از 3.5 برابر تا 5.5 برابر میتونه کانتینیوس فوکس بهت بده یعنی یه فوکس اپتیکال ادامه دار میتونه بهت بده که دستتو خیلی باز میکنه توی تصویر برداری و جذاب سنسور اولترا وایدش هم یه سری های معمولی میتونه بگیره که اونم جذابه در حقیقت با استفاده از این دوتا سنسور ها و سنسور اصلی میتونه بهتون فاصله میدانی هایی که گفتم اون فوکال هایی که بهتون گفتم رو بده و پکیج دوربینش خیلی باحاله ولی واسه آدمای پرو یعنی ایزی تیک نیست خیلی عکاسی تو حالت شبش عکسای باحالی میگیره خیلی عکسای باحالی میگیره ولی بدون نویز و ایراد نیست نمیشه باز بگی که عکسای تو حالت شبش خیلی ماورایی خفنه ولی با توجه به تنظیماتی که میتونید روش انجام بدید میتونید تصویرای تو نور کم باحالی باش بگیرید با مودهای مختلف کلا اپلیکیشن دوربینش اگر میگم من چون خودم دوربینم سونیه و دو سه سالی که دارم از دوربین سونی استفاده میکنم اپ دوربینش واسه کسی که با این محیط آشناه یه حس باحالی میده یعنی حس میکنی که ای ول من عجب چیزای خفنی زیر دستمه اما مگه چقدر از آدم ها اینجوریه دوربین سلفیش یه دوربین 12 مگاپیکسلیه که اون بالا بدون اینکه تو و ناچی باشه دیده میشه عکسایی که ساب میکنه عکسای فوق العاده با کیفیتیه یه دونه اینجا بگیرم براتون سه دو یک داینامیک رنج خوب دیتیل عجیب غریب خوب شما من هر چقدر زوم بکنم رو این صورت یه مقداری اومده دل... بیوتیش کرده زیباش کرده ولی واقعا دیتیل خیلی خوبی روی ریش و مو و صورت هم دیده میشه داینامیک رنج خوبه اون تیکه های تاریک صندلی تقریبا ازش دیتیل داریم و واقعا سلفیش خوبه بریم سراغ پردازنده جایی که یه پردازنده اسنپ دراگون 8 نسل دو روی این گوشیه. تقریبا جدیدترین پردازنده که میتونست باشه چون اسنپ دراگون 8 نسل 3 همین 3 4 روز پیش رونمایی شد چه چیز عجیب غریبی هم بود اما این اسنپ دراگون 8 نسل 2 لگ و توش مواجه نمیشید محیط کاربری خیلی روون و خوبه توی بازی کردن هم روون و خوب میتونه اجرا بکنه یه تجربه متفاوتی که تو بازی کردن دارید اینه که نمایشگر واید دارید و این یه ذره جذابش میکنه واسه بازی کردن اسپیکرایی هم که جلوتر بهش میرسیم از جلو داره بهتون میزنه و نمایشگر فورکیه که البته که بازی ها نمیتونن خیلی هاشون فورکیو کنن ولی واقعا حس جذابی این واید بودنه و تو بازی کردن هم لگ و آنچنانی نداره خ... خیلی جذاب میتونه بازی ها رو اجرا بکنه سیستم عاملش هم که اندروید 13 بدون هیچ رابط کاربری تقریبا اندروید خالص رو بهتون میده البته که مثل پیکسل ها خیلی سریع نمیتونه آپدیت ها رو بگیره مثلا آپدیت اندروید 14 رو نداره ولی اندرویدی که بهتون میده اندروید تقریبا خالصیه که حس روون و خوب با یه سری قابلیت‌های شخصیسازی جذابه بخش آخر بخش عملکرد اسپیکر جنبندی خیلی مهمه بریم واسه پخش موزیک همیشگی این نصف صدا صدا استریوه بلندی خوب، کیفیت خوب، تفکیک خوب اسپیکرهای العاده جذابی داره و همین بریم سراغ جنبندی قبلش گوشی های خاص نیکتیجی اگه خواستید بخرید یه سری به سایت و پیجشون بزنید بریم سراغ جنبندی جایی که سونی یه اشتباه استراتژیک داره میکنه توی بازار موبایل اونم اینه که فقط میخواد یه سری گوشی های خاص واسه اون مخاطبینه که میخواد بهشون القا بکنه شما خاص هستی تولید بکنه و یه سری باگ داره که سوال ازش میشه پرسید که چرا آقای سونی چرا باید همچین نسبت تصویری به همه آدما بدی این نسبت تصویر جذاب نیست چرا باید نمایشگر فورکی به همه آدما بدی؟ نمایشگر فورکی جذاب نیست، میتونی نمایشگر ده بدی. چرا میخوای رابط کاربری دوربین رو یه کاری بکنی که واسه آدمای مثلا پروفشنال عکاسی برداری باشه؟ یه چیز ساده بذار. و بزار همه آدما بخرن یا حداقل در کنار این محصولت که میخوای واسه اون آدم خاص باشه آدم خاصا باشه بیا یه چهار دونه مدل به درد بخوره درست حسابی بده که آدما اونا رو بخرن و اون ارتباطی که میخوای با مخاطب برقرار بکنی برقرار بشه بعد این جنس خاصه رو بفروشی این عجیبه این گوشی اما همونطور که گفتم به درد یه سری از آدما میخوره اونایی که خوره فیلمبرداری و عکاسی هستن و علمشو دارن و دوربین های سونی رو اگر داشته باشن که دیگه عالی میشه وگرنه در غیر این صورت 70-80 میلیون تومان پول این گوشی ارزش خرید نداره طبیعی هم هستش که ارزش خرید نداشته باشه سعی میکنم یه دونه ولاگ جذاب از دوربینش براتون بسازم و برم ببینم که آیا واقعا این ادعایی که سونی توی سه تا اپلیکیشن مختلف دوربینش داره میتونه جذاب باشه یا نه سعیم میکنم اگر دوست داشتید اون ولاگو بسازم توی کامنت ها بنویسید که ولاگو بساز اگر که زیاد باشه کامنت های ولاگو بساز میرم واسهش ولی در مجموع گوشیه که به نظر من واسه خیلی ارزش خرید نداره با پولش میتونید دو تا آیفون 13 بگیرید که ریجسترم میشه تو ایران یا مثلا با پولش میتونید یه دونه پیکسل 8 معمولی بگیرید اگه میخواید گوشی خاص بگیرید یا مثلا با پولش میتونید یه دونه گلکسی S23 Ultra بگیرید البته اون رو نگیرید چون یه دو سه ما چهار ما دیگه S24 میاد میتونید خیلی چیزا میتونید با پولش بگیرید همین همین سونی احتمالا به سرنوشتی مثل HTC و LG تو سالهای آینده چهار میشه ولی دوست دارم که نشه چون برند محبوب و دوست داشتنی تقریبا تو همه زمینه ها داره میبازه پلیستیشنش که به مایکروسافت داره میبازه گوشیاش که چند سالیه که باخته دوربین فعلا خیلی خفنه لنزم خوب میسازه کاری نداریم دمتون گرم که تا این آخر مامون اومدین نظرتون راجع به این گوشی تو کامنت برام بنویسید لایک کامنت و فالو سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمیه چون من هر چی دارم از حمایت تک شماست مرسی از همراهیتون کات سلی جون نظر شما چیه راجع به این گوشی تکلیفش با خودش معلوم نیست تکلیفش با خودش معلوم نیست ولی قبول داری یه حس با حالی میده یعنی این وقتی میگیریش مثلا باش کار میکنی یه حس با نمکی بهت میده ولی بعد یه ساعت دو ساعت میگی خب بسته برم گوشی او بعد یه ساعت دو ساعت آره مثلا چیزی نداره که بگی واو عجب آخه کدوم گوشی اینجوریه که بعد مثلا تو باهاش حال میکنی این در حقیقت تو کارهایی که باید کارتو را بندازه اومده یه ذره جانگولر کرده دیگه باتریش خدایی خوبه سخت افزارش خوبه دوربینش هم باید حرفه‌ای باشی دیگه دوربینش هم میتونه به قابلیت های جذابی داره ولی دیگه مثلا ایزی تیک نیست دیگه مثلا سریع عکس بگیری فیلم بگیری ها دمتون گرم مرسی شب بخیر